وقتی او وارد شد، آرکادیو مچ دست او را چسبید و سعی کرد او را به نانو بکشاند. پیلار ترنرا وحشت زده گفت: نمیتوانم. نمیدانی چقدر دلم میخواهد خواهش تو را برآورده کنم، ولی خدا را به شهادت میگیرم که نمیتوانم. آرکادیو با نیروی خارق العاده ارسی خود کمر او را چسبید و با تماس با پوست بدن او حس کرد که دنیا دارد زیر رو می شود. گفت: بی خودی جانماز آب نکش. تمام شهر می دانند که تو فاحشه‌ای. پیلار بر نفرتی که به سرنوشت خود داشت پیروز شد و گفت: بچه ها می فهمند. امشب بهتر است چفت در را قفل نکنی. آن شب آرکادیو تبالود و لرزان در ننوی خود به انتظار او ماند. در بیداری خود به صدای گیج کننده جیر جیرک ها در ساعات بی پایان سحر و مرغ های ماهی خار که زمان را اعلام می کردند گوش داد. درست موقعی که مطمئن شده بود گول خورده است و نگرانی تبدیل به خشم و غضب شده بود، ناگهان در اتاق گشوده شد. چند ماه بعد که در مقابل جوخه آتش ایستاده بود، بار دیگر آن لحظات را در فکر خود مرور کرد. صدای پایی که در اتاق محو شد، صدای خوردن به چهار پایه‌ها و عاقبت حس کردن یک بدن در ظلمت اتاق و بلعیدن هوا با قلبی که قلب خود او نبود. دست خود را دراز کرد و در تاریکی دستی را یافت که دو انگشتر به یک انگشت داشت و داشت در ظلمت اتاق غرق می شد. دست رگ‌های او را حس کرد، ضربان بدبختی او را حس کرد و کف دست مرطوب او را که در آن خط زندگی با پنجه‌های مرگ قطع شده بود در خود گرفت. آن وقت آرکادیو متوجه شد که او آن زنی نیست که انتظارش را می‌کشیده است. بوی دود نمی‌داد. بوی عطر گل‌های وحشی از او تراوش می‌کرد. پستان‌هایش برجسته و نوک آنها مثل پستان یک مرد بود. زیر شکمش مثل سنگ محکم و مانند گردو مدور بود و از بی تجربگی با لطافت خاصی تحریک شده بود. دختر باکره‌ای بود و اسم بی مسمایش سانتا سوفیا دلاپیداد بود. پیلار ترنرا 50 پزو، نیمی از سرمایه زندگی خود را به او داد تا کاری را بکند که داشت می کرد. آرکادیو چندین بار او را در مغازه کوچک خاربار فروشی پدر و مادرش دیده بود، ولی نتوانسته بود توجه او را نسبت به خود جلب کند، چون او فقط در موقع مناسب خود را نشان می داد و وجود داشت. ولی از آن روز به بعد آرکادیو مثل گربه‌ای در گرمای آغوش او فرو رفت. با اجازه پدر و مادرش که پیلار ترنرا بقیه پسندازش را به آنها داده بود، موقع خواب بعد از ظهر به مدرسه می رفت. بعدن وقتی گروهان قوای دولتی آنها را از جایی که عشق بازی می کردند بیرون کرد، در پستوی مغازه بین گونی های ذرت و قوطی های روغن عشق بازی می کردند. موقعی که آرکادیو فرماندهی نظامی و غیر نظامی شهر را به عهده گرفت، صاحب دختری شدند. از خانوادهش فقط ربکا و خوزه آرکادیو از این موضوع با خبر شدند. در آن موقع آرکادیو با آنها خیلی نزدیک بود، بیشتر به خاطر همدستی تا نسبت خانوادگی. خوزه آرکادیو تسلیم زندگی زناشویی شده بود. اخلاق قوی ربکا، ولع شهوانی و جاه طلبی شدیدش تمام انرژی شوهرش را در خود می مکید و او را از مردی تنبل وزن باکره تبدیل به یک حیوان عظیم الجسته کارگر کرد. خانه تمیز و مرتبی داشتند. با فرارسیدن سحر ربکا درها و پنجره ها را چهار تاق می کرد. بادی که از روی قبرستان می گذشت از داخل پنجره ها به خانه می رسید و از درها به حیات می رفت
و اساسیه خانه و دیوارهای گچی را با نمک مرده‌ها رنگ می‌زد. میل مفرط ربکا به خاک، تلق تلق به استخوان‌های پدر و مادرش و بیقراری خون او در مقابل پیترو کرسپی در گوشه خاطرات او محو شدند. دور از هیاهوی جنگ تمام روز را در کنار پنجره به گلدوزی می گذراند تا اینکه ظروف سفالی در گنجه شروع به لرزیدن می کرد. آن وقت خیلی قبل از آنکه سگهای بیریخت و کثیف و سپس قولی که چکمه مهمیزی به پا داشت با تفنگ دلولی روی شانه ظاهر شوند، از جای بر می خواست تا غذا را گرم کند. گاهی یک گوزن و تقریبا همیشه یک گدیف خرگوش یا مرغابی وحشی روی شانه انداخته بود. یک روز عصر در اوایل فرماندهی خود آرکادیو به ملاقات آنها رفت. از وقتی خانه را ترک کرده بودند دیگر او را ندیده بودند. آرکادیو چنان دوستانه و با مهربانی با آنها رفتار کرد که او را برای شام نگاه داشتند. وقتی پس از صرف شام مشغول نوشیدن قهوه بودند، آرکادیو دلیل واقعی ملاقات خود را عیان کرد. مردم از دست خود آرکادیو نزد او شکایت کرده بودند. می گفتند به شخم زدن باغچه خود مشغول شده و سپس همانطور مستقیم به زمین‌های مجاور پیش رفته. با گاوهای خود کلبه‌های دهاتی‌ها را با خاک یکسان کرده و عاقبت به زور و جبر بهترین زمین‌های آن منطقه را تصاحب کرده است. از دهاتی‌هایی هم که به زمینشان چشم نداشت باج می‌گرفت. شنبه‌ها با سگ‌های شکاری و تفنگ دلول خود برای جمع کردن باج به راه می‌افتاد. خوز آرکادیو انکار نکرد. از حق خود چنین دفاع می‌کرد که آن زمین‌ها در همان اوان بنیانگذاری دهکده به دست خوز آرکادیو با اندیا تقسیم شده بودند و او به خوبی می‌توانست ثابت کند که پدرش از همان زمان دیوانه بوده است. چون ثروت هنگفتی را که در واقع فقط به خانواده خود او تعلق داشت آنطور برباد داده بود. دفاع او در آن موقع چندان لزومی نداشت، چون آرکادیو برای توقیف او نیامده بود. برعکس او پیشنهاد کرد تا یک دفتر اسناد رسمی برپا کنند تا خود آرکادیو بتواند املاک را به اسم خود به ثبت برساند، البته به شرط اینکه حکومت محلی را وکیل کند تا مالیات را آنها جمع آوری کنند. با هم توافق کردند. سالها بعد وقتی سرهنگ آرلیانو با اندیا داشت قباله‌های املاک را بررسی می‌کرد، متوجه شد که تمام اراضی بین حیاط منزل خود آرکادیو و افق، حتی قبرستان به اسم برادرش به ثبت رسیده است و کشف کرد که در طول 11 ماه فرماندهی آرکادیو نه تنها از مردم مالیات گرفته بود، بلکه برای صدور اجازه دفن مردگان آنها در زمین‌های خود آرکادیو نیز از آنها پول گرفته است. ارسلا از آنچه همه خبر داشتند ولی برای آنکه دردی بر دردهای او نیفزایند از او مخفی می کردند چند ماه بعد خبردار شد. ابتدا به موضوع مشکوک شد، همانطور که سعی داشت قاشقی از شربت آلبالو به دهان شوهرش بریزد با تفاخر ساختگی به شوهرش گفت آرکادیو دارد خانه می سازد. سپس بی اراده آهی کشید و ادامه داد نمیدانم چرا خیال میکنم کاسه‌ای زیر نیم کاسه وجود داشته باشد. بعد وقتی فهمید آرکادیو نه تنها خانه‌ای برای خود ساخته بلکه مبل‌های ساخت وینی سفارش داده است، شکش تبدیل به یقین شد که آرکادیو دارد از سرمایه دولت سوء استفاده میکند. یک شنبه روزی پس از مراسم نماز او را دید که در خانه‌اش دارد با افسران خود ورق بازی میکند. به طرفش فریاد زد تو مایه ننگ خانواده ما هستی. آرکادیو اهمیتی به گفته او نداد. آن وقت بود که ارسلا فهمید آرکادیو یک دختر 6 ماهه دارد
و سانتا سوفیا دلاپیداد که با او زندگی می کند بار دیگر آبستن است. تصمیم گرفت به سرهنگ آردیانو با اندیا در هر کجا که هست نامه‌ای بنویسد و او را از ماجرا مطلع کند. ولی حوادثی که پشت سر هم رخ داد نه تنها مانع شد که او تصمیم خود را عملی کند، بلکه او را از آن تصمیم پشیمان کرد. جنگ که تا آن موقع فقط کلمه‌ای بود برای تشریح وضعیتی مبهم و دوردست، تبدیل به حقیقتی ثابت و تلخ شد. اواخر ماه فوریه پیرزنی که سیمای خاکستری رنگی داشت سوار یک الاغ با یک بار جارو وارد مکدوندو شد. چنان حال نزاری داشت که نگهبانان بدون هیچ گونه سؤال گذاشتند وارد شود. اونید یکی از فروشندگانی بود که اغلب از شهرهای منطقه باطلاق با آنجا می آمدند. یک راست به سرباز خانه رفت. آرکادیو او را در محلی که یک وقت کلاس مدرسه بود و اکنون تبدیل به نوعی اردوگاه شده بود پذیرفت. چند ننوی جمع شده از دیوار آویزان بود. در گوشه اتاق تشک ها روی هم انباشته شده بود و تفنگ ها و تپانچه ها اینجا و آنجا روی کف اتاق ریخته بود. پیرزن قبل از معرفی خود با سلامی نظامی قامت راست کرد. من سرهنگ گریگوریو استیونسن هستم. اخبار بدی آورده بود. بنابر آنچه که می گفت آخرین مراکز نیروهای مقاومت آزادی خواهان داشت شکست می خورد. سرهنگ آرلیانو بوندیا که در نزدیکی ریو آچا مشغول عقب نشینی بود برای آرکادیو پیغامی فرستاده بود. او می بایستی بدون مقاومت شهر را تسلیم کند، البته به شرط اینکه به زندگی و اموال آزادی خواهان صدمه‌ای وارد نیاید. آرکادیو آن قاصد عجیب را که به خوبی می توانست یک مادر بزرگ فراری باشد با ترحم برانداز کرد. گفت: طبیعتاً شما از طرف ایشان مدرک کتبی همراه دارید. قاصد گفت: چنین چیزی همراه ندارم. تصدیق خواهید کرد که با وضع فعلی نمیتوان مدرکی همراه داشت که باعث سوء زن بشود. همانطور که حرف میزد از جیب جلیقه خود یک ماهی کوچک طلایی بیرون آورد و روی میز گذاشت. گفت: تصور میکنم این کافی باشد. آرکادیو تصدیق کرد که آن ماهی یکی از ماهی‌های طلایی سرهنگ آرلیانو با اندیاست، ولی ممکن بود کسی آن را قبل از جنگ خریده یا دزدیده باشد. در نتیجه قاطعیت نداشت. قاصد برای اینکه حرفش پذیرفته شود حتی یکی از اسرار نظامی را فاش کرد. گفت مأموریت دارد به کوراساو برود و امیدوار است در آنجا تبعید شدگان جزایر کارائیب را جمع‌آوری کند، اسلحه و تدارکات بخرد و در پایان سال حمله ای را آغاز کند. سرهنگ آرلیانو بوئندیا که با آن نقش ایمان داشت هر گونه فداکاری او را در آن موقع بیهوده می دانست. با این همه آرکادیو نرم شدنی نبود. دستور داد تا وقتی هویت قاصد معلوم نشده او را زندانی کنند و تصمیم گرفت تا پای مرگ از شهر دفاع کند. نتیجه تصمیم او چندان نپایید. خبر شکست خوردن آزادی خواهان حقیقی تر از همیشه می شد. اواخر ماه مارس در سپیدیدمی که بارانهای بی موقع می بارید، آرامش هفته های گذشته ناگهان با صدای شیپور و بلا فاصله شلیک توپی که برج ناقوس کلیسا را ویران کرد به هم خورد. مقاومت آرکادیو عملی جنون‌آمیز بود. تنها 50 سرباز در اختیار داشت که چندان مسلح نبودند و هر یک بیش از 20 فشنگ نداشتند. ولی شاگردان سابق او بین این عده بودند و چون از بیانیه‌های طولانی او سخت به هیجان آمده بودند، حاضر بودند جان خود را فدا کنند. در میان صدای رفت آمد چکمه‌ها، دستورات و فرمانهای مختلف، توپهایی که زمین را می لرزاند
بین شلیک های گوش خراش و صدای بیهوده شیپورها، کسی که ادعا داشت سرهنگ گریگوری و استیونسن است، موفق شد با آرکادیو صحبت کند. به او گفت: نگذارید با لباس زنانه در نهایت بیشرافتی در زندان بمیرم. اگر قرار است بمیرم، چه بهتر که در جنگ کشته شوم. موفق شد آرکادیو را متقاعد کند. دستور داد تفنگی با 20 فشنگ در اختیار او بگذارند. 5 سرباز هم همراهش کردند تا از سرباز خانه دفاع کند. خود او با گروهانش برای رهبری جبهه مقاومت رفت. موفق نشد به جاده‌ای که به مردابها منتهی می‌شد برسد. سنگرها شکسته بود و مدافعین در کوچه‌ها می‌جنگیدند. اول با تفنگ‌هایشان تا وقتی فشنگ داشت و بعد با تپانچه در مقابل تفنگ دشمن و عاقبت بدون اسلحه با هم گلاویز می شدند. چند زن با نزدیک دیدن شکست با چوب دستی و کارد آشپزخانه خود را به کوچه ها انداختند. آرکادیو در آن شلوغی و هرج و مرج آمارنتا را دید که دارد دیوانه وار عقب او می گردد. فقط پیراهن خوابی به تن داشت و 2 تپانچه قدیمی خود آرکادیو با اندیا را به دست گرفته بود. آرکادیو تپانچه خود را به دست افسری که در آن میانه اسلحه خود را از دست داده بود داد و همراه آمارنتا به کوچه فرعی فرار کرد تا او را به خانه برگرداند. ارسلا بی اعتنا به شلیک توپ‌هایی که در سردر خانه مجاور سوراخ بزرگی به وجود آورده بود نزدیک در به انتظار ایستاده بود. باران داشت بند می آمد، ولی خیابان ها مثل صابون خیس لیز و نرم بود و می بایستی فاصله را در تاریکی حدس زد. آرکادیو آمارنتا را به دست ارسلا سپرد و با 2 سربازی که از گوشه‌ای بیرون جهیده بودند و داشتند شلیک می کردند روبرو شد. 2 تپانچه قدیمی که سالها بود گوشه گنجه افتاده بود کار نکردند. ارسلا که آرکادیو را با هیکل خود پوشانده بود سعی کرد او را به خانه بکشاند. فریاد می زد: تو را به خدا بیا، به اندازه کافی دیوانگی کرده ای. سربازها تفنگ‌های خود را به طرف آنها هدف گرفتند. یکی از آنها گفت: خانم، از جلوی او بروید کنار، وگرنه هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید. آرکادیو ارسلا را به طرف خانه راند و تسلیم شد. اندکی بعد صدای شلیک پایان یافت و زنگ‌های کلیسا نواختن گرفت. جبهه مقاومت در عرض زمانی کمتر از نیم ساعت شکست خورده بود. حتی یک نفر از سربازان آرکادیو هم از آن معرکه جان سالم به در نبرد. ولی قبل از کشته شدن 300 سرباز را کشته بودند. آخرین جبهه سربازخانه بود. کسی که ادعا داشت سرهنگ گریگوریو استیونسن است، قبل از آن که به آنجا حمله ببرند، زندانیان را آزاد کرده بود و به مردان خود دستور داده بود خارج بشوند و در خیابانها بجنگند. فشنگ‌گذاری دقیق و نشانگیری عالی او با 20 فشنگ از پنجره‌های مختلف چنین می‌رساند که سربازخانه دارد به نحو احسن از خود دفاع می‌کند. در نتیجه دشمن آنجا را به توپ بست. افسری که فرماندهی قوای دشمن را به عهده داشت از خالی دیدن آنجا سخت متعجب شد. فقط یک مرد روی زمین افتاده بود و کشته شده بود. زیر شلواری به پا داشت و تفنگ خالی او هنوز به دستی بود که گلوله توپ از بدنش جدا ساخته بود. گیسوان زنانه او با شانه ای به پشت گردن جمع شده و از گردنش یک ماهی کوچک طلایی به زنجیری آویخته شده بود. وقتی بانوک چکمه او را برگرداند و چراغی به صورتش افکند، دهانش از تعجب باز ماند. گفت: کسافت. سایر افسران به او نزدیک شدند. سروان گفت: ببینید این مرد از کجا سر در آورده است. گریگوریو استیونسن است. سپیددم و
پس از یک محاکمه نظامی مختصر، آرکادیو در مقابل دیوار قبرستان تیرباران شد. در دو ساعت آخر عمر نمی توانست درک کند چرا ترسی که از بچگی او را عذاب داده بود او را ترک کرده است. با خونسردی، بدون اینکه حتی کسی سعی کند شجاعت اخیر او را به رخش بکشد، به اتهامات بی انتهایی که او را محکوم می کرد گوش داد. بورسلا فکر کرد که در آن ساعت بدون شک داشت زیر درخت بلوط با خوز آرکادیو بوئندیا قهوه می خورد. به دختر 8 ماهه خود که هنوز اسمی نداشت، به بچه دیگرش که در ماه اوت به دنیا می آمد فکر کرد. به سانتا سوفیا دلا پیداد فکر کرد که شب قبل وقتی ترکش کرده بود که داشت برای نهار روز بعد به گوشت آهو نمک می زد. دلش برای گیسوان او که روی شانهش می ریخت، برای مژه های بلند او که به نظرش مصنوعی می رسید تنگ شد. بدون اینکه احساساتی بشود به کسان خود فکر کرد. با روبرو شدن نهایی خود با حساب های زندگی تازه متوجه شد که کسانی را که از همه بیشتر از آنها متنفر بوده از همه بیشتر دوست داشته است. رئیس محکمه نظامی آخرین نطق خود را آغاز کرده بود که آرکادیو متوجه شد 2 ساعت گذشته است. ریاست داشت می گفت: گرچه از اتهامات وارده بر محکوم مدارک کافی در دست نداریم، ولی لجام گسیختگی جنایتکارانه و کمبود احساس مسئولیت متهم که زیر دستانش را به مرگ بیهوده سوق داده کافی است تا برای او حکم اعدام در نظر گرفته شود. در مدرسه نیمه ویران، همانجا که برای اولین بار احساس قدرت کرده بود، در چند قدمی اتاقی که اولین بار در آن با عشق آشنا شده بود، مراسم رسمی مرگ به نظر آرکادیو مسخره می رسید. در حقیقت زندگی برایش اهمیت داشت، نه مرگ. از این رو وقتی حکم اعدام را به او اعلام کردند نترسید، فقط احساس دلتنگی کرد. تا وقتی از او آخرین آرزویش را پرسیدند حرفی نزد. با صدایی موزون جواب داد: به همسرم بگویید اسم دخترمان را اورسولا بگذارد. مکسی کرد و اسم را تکرار کرد: اورسولا، مثل اسم جدش. همینطور به همسرم بگویید اگر بچهش پسر بود اسمش را خوز آرکادیو بگذارد، نه مثل عمویش بلکه مثل اسم پدر بزرگش. قبل از آنکه او را به طرف دیوار ببرند، کشیش نیکانور سعی کرد خود را به او برساند، ولی آرکادیو گفت: گناهی ندارم که به آن اعتراف کنم. پس از نوشیدن یک فنجان قهوه سیاه، خود را در اختیار جوخه ی آتش گذاشت. فرمانده جوخه که در تیر باران تخصص داشت، اسمی داشت که بدون شک تصادفاً به او داده نشده بود. سروان روکه کانینسیرو به معنی قصاب. همانطور که در زیر باران به طرف قبرستان می رفتند، آرکادیو متوجه شد که روز چهارشنبه زیبایی دارد از افق طلوع می کند. دلتنگی او با مه از بین می رفت و جایش را کنجکاوی عظیمی می گرفت. موقعی که به او دستور دادند پشتش را به دیوار بچسباند، آرکادیو چشمش به ربکا افتاد که با موهای خیس و پیراهن گلدار ارغوانی رنگ داشت پنجره ها و درهای خانه را 4 تاق باز می کرد. او را متوجه خود کرد. ربکا اتفاقا نگاهی به طرف دیوار انداخت و از تعجب بر جای خشک شد. به سختی توانست واکنشی کند و دستش را برای خداحافظی به طرف آرکادیو تکان دهد. آرکادیو نیز دستش را به طرف او تکان داد. در آن لحظه از لوله های تفنگ هایی که به طرف او نشانه گیری شده بود دود بلند می شد. نوشته هایی را که ملکیادس برایش خوانده بود به وضوح شنید.
صدای قدم‌های سانتا سوفیا دلا پیداد باکره را در کلاس شنید و در دماغ خود همان احساس سرمایی را کرد که در دماغ جسد رمدیوس دیده بود. باز هم توانست فکر کند. آه، یادم رفت بگویم اگر بچه‌ام دختر به دنیا آمد اسمش را رمدیوس بگذارید. آن وقت گویی پنجه جانور درنده عظیمی او را از هم بدرد، تمام وحشتی را که در زندگی او را عذاب داده بود حس کرد. سروان دستور شلیک داد. آرکادیو فقط فرصت کرد سینه خود را جلو بیاورد و سر را بالا بگیرد، بدون اینکه بفهمد آن مایه سوزانی که رانهایش را می سوزاند از کجای بدنش بیرون می ریزد. فریاد کشید: قرمساق‌ها، زنده باد حزب آزادی‌خواه. جنگ در ماه مه خاتمه یافت. دو هفته قبل از آنکه دولت با تصویب نامه طولانی رسما اعلام کند کسانی که شورش را آغاز کرده بودند شدیداً و بیرحمانه مجازات خواهند شد، سرهنگ آرلیانا بوئندیا که برای ناشناس ماندن لباس جادوگران سرخ پوست را به تن کرده بود، درست موقعی که داشت به جبهه غربی می رسید دستگیر شد. از 21 مردی که همراه او به جنگ رفته بودند، 14 نفر در جنگ کشته و 6 نفر زخمی شده بودند. در شکست نهایی فقط 1 نفر او را همراهی می کرد، سرهنگ خریندو مارکز. خبر دستگیری او با تصویب نامه مخصوصی در ماکدوندو اعلام گشت. ارسولا به شوهر خود گفت: او زنده است. باید از پروردگار بخواهیم تا دشمنان با او خوش رفتاری کنند. پس از 3 روز گریه و زاری، 1 روز بعد از ظهر، وقتی داشت در آشپزخانه خمیر شیرینی را با شیر به هم می‌زد، صدای پسر خود را به وضوح شنید. فریاد زنان گفت: آرلیانا بود. به طرف درخت بلوط دوید تا شوهرش را خبردار کند. نمی‌دانم این معجزه چگونه اتفاق افتاد، ولی می‌دانم که او زنده است و ما به زودی او را خواهیم دید. به گفته خود اطمینان داشت. داد کف اتاق‌ها را شستند و جای مبل‌ها را عوض کرد. 1 هفته بعد، خبری که معلوم نبود از کجا سرچشمه گرفته است، پیشبینی او را به نحو وحشتناکی تأیید کرد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا محکوم به اعدام شده بود و قرار بود جهت عبرت اهالی در ماکدوندو اعدام شود. روز دوشنبه ساعت 10:20 صبح، آمارنتا داشت به آرلیانو خوزه لباس می پوشاند که از دور صدای همهمه گروهی سوار و نواختن شیپوری به گوش رسید. درست 1 لحظه قبل از آنکه ارسلا خود را به اتاق پرت کند و فریاد زنان بگوید دارند او را می آورند، سواران راه خود را به ضرب قنداق تفنگ از میان جمعیت باز می کردند و پیش می آمدند. آمارنتا و ارسلا با آن سمت دویدند و همانطور که راه خود را بین جمعیت باز می کردند او را دیدند. به نظر مرد گدایی می رسید. لباسهایش پاره و ژنده بود. موهای سر و ریشش ژولیده و پاهایش برهنه بود. بدون اینکه زمین داغ را زیر پاهای برهنه خود حس کنند راه می رفت. دستانش را از پشت با تنابی بسته و سر تناب را به اسبی بسته بودند. همراه او سرهنگ خریند و مارکز را به خاری و زاری می کشیدند. هیچ کدام غمگین به نظر نمی رسیدند. گویی ناراحتی آنها فقط به خاطر فحش دادن جمعیت به سواران است. ارسلا در میان آن هیاهو فریاد می کشید: پسرم! و به چهره سربازی که سعی داشت او را عقب براند سیلی محکمی نواخت. اسب افسر سر خود را بالا آورد و سرهنگ آرلیانا بوئندیا توقف کرد.